وطن فروشی است. پایگاه نظامی امریکا در افغانستان اسارت است. ما خواهان خروج نیروهای ناتو از افغانستان هستیم. مرگ بر حکومت وحشت ملی. جنایتکاران جنگی باید محاکمه گردد. کوتاه باد دست امریکا، پاکستان و ایران از وطن ما. کوتاه باد دست تمام مداخله کنان از وطن ما. نه امریکا، نه طالبان، نه داعش و نه سایر جنایتکاران، قدرت به دست مردم. قبل از امروز دولت اشغالگر امریکا و ناتو بمهای خود زیر نام مبارزه علیه تروریسم و دموکراسی و آزادی زنان و غیره و ملت ریختن که از 3 دهه تحت حاکمیت جنایت پیشه ترین دولت ها زجر کش می شدن. اما با اشغال وطن ما نه تنها که درد و رنج مردم ما کم نشد، بلکه به مراتب بیشتر هم شد، چون در اولین اقدام موشای جنگ سالار به گرگهای هار بدل کرده به سرنوشت ملت ما دوباره حاکم ساختند. و در تازه ترین موردش هم قصاب کابل با ناز و کرشمه پذیرایی کرده سر مردم ما تحمیل کردند. شهرها و قریه های ما هر روز مورد بمباردمان ها و حملات هوایی نیروهای خونریز امریکایی و ناتو قرار میگیره و بیشتر قربانیانشان زنان و کودکان ما تشکیل میده. مردم ما به حملات انتحاری خوکان طالبی و داعشی هر روز تکه تکه میشن. تفرقه قومی، سمتی، زبانی و مذهبی به طور سازمان یافته و بی پیشینیش در کشور ما دامن زده میشه. کشور ما را به میدان رقابت های ابرقدرت ها تبدیل شده. دستان خونین کشورهای ایران و پاکستان کشور ما را به جاسوس خانه نهادهای استخباراتی ای اراضی مبدل کرده. تولید و قاچاق مواد مخدر اقتصاد کشور می سازد و 3 میلیون معتاد هم پیامد آن می باشد. زنان ما هنوز هم در آتش سوزان به سر می برند. فساد و گندیدگی و جنایت در تار پود این رژیم دست نشانده به حد ریشه دوانده که رهیدن از آن تا سالهای دراز غیر ممکن است و از صدها جنایت و خیانت دیگر. تمام اینا حاصل دموکراسی 52 امریکاست که روشن فکران مزدور و مدافعان آن از مردم ما با کمال وقاحت بیشرمی میخواهد که مدیون فداکاری و همکاری های ارتش جنایت پیشه امریکا و نیروهای اشغالگر ناتو باشد. قسمی که همه شما در جریان هستید، چند پیش دولت امریکا استراتژی جدید خود در قبال افغانستان اعلام کرد و یک بار دیگر خون درکان چاکران افغانی خود دمان، چاکرانی که در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا از ترامپ گیلمند بودند که ما را فراموش کردند و نیروهای خارجی را از افغانستان بیرون میکنند و میترسیدند که ما را یتیم خواهد ماند. اما حزب همبستگی افغانستان با بسیار صراحت در زمان اعلام کرده بود که امریکا به این سادگی و به این زودی از افغانستان به هیچ وجه بیرون نمیشه و با آمدن ترامپ سیاست های جنایتکارانه امریکا وحشیانه تر ادامه پیدا خواهد کرد. و چند روز پیش هم یک سناتور امریکایی در یک مصاحبه با تلویزیون NBC امریکا گفت که ما حداقل یک دهه در افغانستان خواهد ماندیم و بیشتر از او. با اعلام این استراتژی یک مش جارچیان این نظام و جیروخورای سفارت امریکا جار زدند که این استراتژی شانس طلایی به مردم افغانستان است و کلید حل تمام مسائل افغانستان است. اینا قدر بی‌ننگ و بی‌غیرت هستند که خون قربانیان تازه‌ترین حملات هوایی
اربابان امریکاییشان ذره هم وجدانهای آلودیشان را تکان ندادن. دوستان، حزب همبستگی افغانستان امسال در ابتکار با چند سازمان ضد جنگ از امریکا، فیلیپین و ایتالیا حرکت مشترکی را تحت عنوان اقدام جهانی علیه پایگاه‌های نظامی آغاز کرده که بعد از این اکثر کشورها ده هفته اول یا هفته دوم ماه اکتوبر حرکت‌های همبستگی و گردمایی‌های را علیه پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای مختلف و تجاوز و به مجموع جنگ به راه خواهد انداخت. حزب همبستگی ما معتقد هستیم که تروریسم و کشورهای جنگ افروز در رسش امریکا یک تهدید بزرگ به جهان است. به این خاطر نیاز است که یک همبستگی جهانی سازمان‌های مترقی و ضد جنگ علیه آنان شکل بگیرند. حزب همبستگی افغانستان یک بار دیگر به مردم غیور خیش و تمامی تشکل‌ها و نهادهای بیدار و با وجدان کشور ندا سر می‌دهد و گوش زد می‌کند که در لحظاتی که کشور ما در خون جنایت می‌جوشد، خاموشی و بی‌تفاوتی ننگ ابدی پنداشته می‌شود. چون هیچ نیروی بیگانه و مرتجی به دست نشاندگانش پیام‌آور صلح و بهروزی به مردم ما بوده نمی‌تواند، مگر اینکه ما خود یک مش شده با مبارزه و جانفشانی ای ارزش‌ها را کسب نکنیم. پس بیایید با آگاهی و بسیج سرتاسری مبدل به یک نیروی شکست ناپذیر علیه تمام نیروهای دست نشانده بنیادگرا و غیر بنیادگرا و حامیان اشغالگرشان باشیم. زنده باد آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی. زنده باد آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی. زنده باد. مرد بر دولت جنگ افروز امریکا. مرد.